بسم الله الرحمن الرحیم. با خدا جا در دل اهل ولا دارد حسین، هر طرف رو آوری صد کربلا دارد حسین. ما به دشت کربلا از او مزاری دیده ایم، در دل هر شیعه یک صحن و سرا دارد حسین. قتلگاهش کعبه و آب فراتش زمزم است، بلکه صد زمزم روان در چشم ما دارد حسین. این شنیدی هست قرآن زینت هر خانه ای، جا چو قرآن در تمام خانه ها دارد حسین. جای قرآن و حسین در سینه پیغمبر است، بلکه جا بر روی دوش مصطفی دارد حسین. هر دلی با یاد او دارد هزاران نینوا، گرچه رو بر روی خاک نینوا دارد حسین. تشنه لب شد کشته و جاریز چشم شیعیان، تا قیامت چشمه آب بقا دارد حسین. ذره از تربتش درد دو عالم را دواست، بهر درد عالم خلقت دوا دارد حسین. السلام علیک یا ابو عبدالله، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین به عدد ما خاطب الملک. سلام علیکم به ما صبرتون فنعم و قدار. درود بر شما بینندگان عزیز شبکه جهانی امام حسین در سرتاسر کره خاکی. ما را از بهشت روی زمین، از کربلای سید الشهدا، از سرزمین عشق دارید. امشب هم سفره عشق به نام باب الحوائج حضرت رقیه سلام الله علیها است. انشاءالله اونهایی که گرفتارن، درد دارن، مریض دارن، همه عزیزان این که التماس دعا گفتن، امشب به حق این سه ساله حضرت سید الشهدا حاجت روا بشن. در هر کجای عالم که هستید با ما همراه باشید در سرزمین عشق، از کنار مشهد مقدس حضرت سید الشهدا سلام الله علیه، با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و عافیتهم اجمعین. امشب هم چون شبهای گذشته در خدمت برادر عزیز و بزرگوارم جناب حاجی ابراهیم آقای قائم مقامی هستم. سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عاقبت دار، زیارتتون قبول، خسته نباشید آقا جواد، در خدمت شما هستم. علیکم السلام، سلامت باشین انشالله. باز الحمدلله امشب توفیق پیدا کردیم در خدمت حضرت عالی و تمامی بینندگان شبکه جهانی امام حسین هستیم. خدا انشالله این توفیقات رو از ما نگیره. خدا انشالله اونهایی که آرزوی زیارت در دلهاشون هست به زودی زود، اربعین امام حسین هم نزدیکه، انشاءالله زیارت اربعین به همشون نصیب و قسمت و روزی بفرماید انشاءالله. من دیشب یه مطلبی بیرنگان عزیز حاجی ابراهیم آقای مقامی به من یادآور شد و تذکر دادن، من فراموش کردم دیشب عرض کنم که ایشون می فرمودن که تمام مدده ها بدون استثناء
بدون استثناء و واقعا هم همینه، مدیون جناب آقای حاجی سازگار حفظ الله هستن و همین هم هست. من یکی که خودم همینو میدونم هستم، ایشون هم اقرار دارن به همین و همه مدعا همینه. خداوند به ایشون صحت و سلامتی کامل عنایت کنه و روح گذشتگان، اونا پیر غلامایی که سالهای قبل بودند و الان دستشون کوتاه از این عالم خاکی، ببیجه مرحوم حاج فیروز رحمت الله، رحمت الله علیه، مرحوم آسد رضای معید سید و شعرا رحمت الله که خدا رحمت کنه ایشون رو، ایشون هم حق بزرگی بر گردن من یکی داره، روح همشون انشالله مهمان بشه سر سفره حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. پدر مادرای خودتون رو همه مهمان کنید، اموات حضرت آقای قائم مقامی، پدر مادر من حقیق رحمت و همینطور انشالله اونایی که الان یادمون نیست اسم بیاریم و نمیتونیم تک تک اسم بیاریم، اونهایی که بودن سالهای قبل، به ویژه رفیقی داشتیم کاشون به نام آقای معبدی که چند ماه قبل از دنیا رفت، مسئول مجموع ذکرین کاشون بود، خدا رحمتش کنه. روح همشون رو شاد کنید با صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عداهم اجمعین. حاجا در خدمتتون هستم، بیش من مصدر نشم. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم و یا يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، سلام على رسول الله وعلى لعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات، يا عزيز الزهراء ويا قريب بكربلاء، السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ما فقي مجدا، ما فقیری مجدا، در سر کوی تو ولی پادشاه است، فقیری که در این کوچه گدایست. حسین جان دولت دولت آن نیست که آرم دو جهان زیر نگین، دولت این است و سعادت که تو را یافته ام. ام جان امشب ز هجر باب افغان می کنم،
محمد جان امشب زهد رباب افغان میکنم، من پریشانم، جهانی را پریشان میکنم. گرچه طفلم من، ولیکن طفل عاشق زاده ام، اقتدا بر باب خود شاه شهیدان میکنم. گرچه طفلم من، ولیکن طفل عاشق زاده ام، اقتدا بر باب خود شاه شهیدان میکنم. باب من جان داد و تن بر خاری و ذلت نداد، پیروی من از شه آزاد مردان میکنم. عمه جان یه وصیتی دارم در این روزهای آخر عمرم، با یزید دون بگویید، من ویران نشین کاخ بیداد تو را با نال ویران میکنم، کاخ بیداد تو را با نال میران میکنم. این خارها که اینجا روی میز گذاشتم حتما دلای شما رو روانه میکنم، به صحرا یا به دشت، روی این خار مغیلان این بچه های یتیم ابی عبدالله را می دویدند و می دواندند. تبسم امشب ما همینطور که استاد عزیز فرمودن به دامن با برکت و پرفیض و سرچشمه کرامت، سه ساله ابی عبدالله حضرت رقیه سلام الله علیها، دلها رو روانه کنین خرابه شایم، مجسم کنید این خرابه نسخف داره نه در داره نه فرش داره، روزا آفتاب آب میتابید شبا هوا سرد، این نازدانه که روی زانوهای ابی عبدالله بزرگ شده بود عادت داشت
هر شب روی زانوی ابی عبدالله سر به سینه امام حسین میگذاشت، خواب میخوابید روی خاکهای خرابه گرسنه و تشنه تا صبح سر میکردند. بود اول مصیبت من قصه فراق بابا، بود اول مصیبت من قصه فراق، دردا که داغ هجر غم آخرم نبود. ای ماه من به کلبه احزان خوش آمدی، ای ماه من به کلبه احزان خوش آمدی. بیروی تو فروغ به چشم ترم نبود، بابا خون جگر به خان پذیرای من است. شرمندم که سفره رنگین ترم نبود، آخه تو امشب به من مهمان اومدی. شرمندم که سفره رنگین ترم نبود. ای روشن از جمال تو صبح امید من، در کودکی یتیم شدن باورم نبود. منزل به منزل آمدم اما هزار حیف در راه شام سایه تو بر سرم نبود. ای اونایی که دختر بچه دارین در منزل، اگر روز ایزا و اذیتی ببینه به کسی نمیگه، میگه منتظر میمونم بابام بیاد به بابام بگم. شب که میشد عرض می داشت امه، بس بابای من کی می آید این پاهای آبلم و نشون بدم، این صورت کبودم و نشون بدم. منزل به منزل آمدم اما هزار حیف در راه شام سایه تو بر سرم نبود. بابا شد خورد استخوان من از تازیانه، چون با تاب تحمل این همه در پیکرم
نبود آستین جو بالا زد بابا ببین دست دامم کبوده بابا دیوار می کند کمکم راه می روید نای بلند شدن ندارم بابا تا زندم به جان تو مدیون زینبم تا زندم به جان تو مدیون زینبم جز او کسی به فکر من و خواهرم نبود البق میخواستن من و تازیانه بزنن اما دستشو میامور سپر میکنن حسین جان امشب به خاطر دخترت به همه ما احسان کن گرفتار زیاده مریض زیاده مخصوصا مریضایی که دکترها جواب کردن بیماران سرطانی بیماران بدهایان بیماران بی پول به احترام این دخترت همه شون لباس عافیت بپوشان بابا تا زندم به جان تو مدیون زینبم جز او کسی به فکر من و خواهرم نبود افتادم آن شبی که زناده به روی خاک خیلی شب وحشتناکی بود خیلی شب ترسناکی بود افتادم آن شبی که زناغ بروی خاک از ترس مرده بودم اگر مادرم نبود حاجا این دختر 3 ساله وقتی در اون دشت ترسناک افتاد از کجاوه از هوش رفت حالا چند ساعتی طول کشید به هوش آمد نمیدونم چشمش رو وا کرد ارباب مقاتل می نویسند دید هیچ کس نیست تنها یه بیت شعر اینجا یکی از مداهان خیلی با صفا پیر غلام حسن آج جهاز دوز معروفه تبریزی ها همه میشناسن یه به شعر اینجا داره اینو بخونم از شما استفاده کنیم باز بخوند من فیض میدم عرض داش بابا مردنم جای عجب نیست در این دشت مخوف مردنم جای عجب نیست در این دشت مخوف عجبان است که به دفن و کفنم نیست کسی یه وقتی یه خانومی دست به پهلو صدا میزنه رقیه جان نترس
من اما مادرتم زهرا عجب آدست به دفن و کفنم نیست کسی سر بابم به سر نی روان بود کنون مرغ دل هوس پریدن به آن شاخ به قربانش شود امه فدایش وقتی علی اکبر بغل میگیرد او را حس میکند هفت آسمان را زیر پایش عباس می انجازدش بالا و پایین در دشت می پیچد صدای تا مکه حالش خوب بود اما پس از آن انگار که ابری شده حال و هوایش افتاده از خواب و خوراک و چند روزیست ای وای از شام غریبان و بلایش ده روز در کرم و بلا بیتاب بودم آن بغض یک لحظه نکردم ما رهایم تا این که روز جنگ آمد پشت خیمه سجاد فنان کرد او را در عبایمش از کربلا تا شام از کربلا تا شام را آمد ولی سخت از شام را تا کربلا عمه به جای ملا علی های عزیزم شما هم هستید دلم نمیاد گفتم دیشب اینو گفتم خدمت حاج ابراهیم آقا عرض کردم دلم نمیاد بخونم تنها میانم خار صحرا میدویدم همراه با زاری زهرا میدویدم بابا زمین خوردم ولی از درز دشمن
خاره مغیلان خار بر پا میدویده تبله زاله طاقت زیلی نداره میزد مرا دنبال او تا میدویدم یک شب گذشت و گویی ها سرزال گشتم بابا یه شب منو بیرم کردن بابا یک شب گذشت و گویی ها سرزال گشتم تاریکی شب سوی بابا میدویدم من نمیتونم به خدا بخونم زجرم به هر بابا که گفتم ضربه ایزم یه مزرع دیگه بخونم بسم باز بخون آج ابراهیم مقام زجرم به هر بابا که گفتم ضربه ایزم او میکشندم تا به هر جا میرسیدم هر جا بود منو میدید میومد ضربه ایزم بارها شنیدید اینو خیلی قشنگه این هر شب گرسنه بود ولی سیر گریه کرد الله اکبر الله اکبر با دستهای بسته به زنجیر گریه کرد هر جای عالم صدای ما رو دارید همه با هم یا حسین یا حسین بابا سلام پس تو چرا دیر آمدی بابا سلام پس تو چرا دیر آمدی حالا که شد سه ساله تو پیر آمدی تایید فرمایش استاد حالا که شد سه ساله تو پیر آمدی اول بیا تو رنگ تنم را نگاه کن این پاره پاره پیرهنم را نگاه کن بابا قدری بکش تو ناز من نازدان را تا سر کنم حدیث شب و تازیانه را بابا قلبم ز دست فاصله ها تیر می کشد پایم ز درد آبله ها تیر می کشد با انبه پای به پای اسیران دویدم دنبال غافله به بیابان دویدم بر دامنم گذاشته عمه سر تو را من که قدرتشو نداشتم توانی در من نمونده بود
بدامنم گذاشتم سر تو را، شد نوبتم که بوسه زنم هنجر تو را، چون صورت تو صورت من زخم خورده است، اصلا تمام قامت من زخم خورده است. بابا چشم انتظار دختر تو شهر شام بود، دیدم که سنگ دست زنان روی بام بود. زینب کبرا فرمودن مواظب رقیه باشید، مبادا یکی از این سنگا به سر دخترم رقیه بخوره. آخه اینو موقع رفتن امام حسین به من سپرد. چشم انتظار دختر تو شهر شام بود، دیدم که سنگ دست زنان روی بام بود. بابا نگو به عمه سرم درد می کند، بابا نگو به عمه سرم درد می کند، با او نگو ولی کمرم درد می کند. آبم مکن مپرس ز احوال موی من، آبم مکن مپرس ز احوال موی من، بگذار بگذر چرا نیامده با تو عموی من، بگذر چرا نیامده با تو عموی من. ای از سفر رسیده ز رنج سفر بگو، از روی نیزه رفتن و از چوب تر بگو. عرضم تمام، بابا خون می چکد هنوز، چرا از لبت؟ ای دخترت فدای رخ نامرتبت. حضرت دیده بود در کربلا در راه شام و کوفه بابا سرش زخمیه، ولی لبها رو ندیده بود. بابا زخم سر تو دیده بودم، ولی این زخم لبها تو ندیده بودم. بگو که خیزران به این لبها زده، خون می چکد هنوز، چرا از لبت؟ ای دخترت فدای رخ نامرتبت، در مجلسی که حرمت طفلان تو شکست، می دیدم از گوشه ای دندان تو شکست، می دیدم از گوشه ای دندان تو شکست، دیدم چگونه بر سرت تو چوب می زند، در پیش چشم خواهر تو چوب می زند. بابی انت و امی یا ابا عبدالله، التماس با امم نگفتم این راز را هنوز.
ترسم که سوزد او همه جانش ز آتشم. بابا سیلی گرفته قوت بینایی مرا، بهر شناختن به رخ دست می کشم. وقتی برگشت قافل مدینه خیلی بیتابی می کردم به زادات. عبدالله جعفر عرض داشت بی بی جانم من نمیگم گریه نکن، حق داری، عالمی رو از دست دادی، اما از خاتم الانبیا و امیر المؤمنین و فاطمه و حسن و حسین شما برامون موندی. دلخوشی اهل بیت به شماست بی بی جانم، داری از دست میری. فرمود عبدالله تو این سفر هر چی دیدم سم کردم، اما تو خرابه یه چیزی اومده رو دلم نمتونم تحمل کنم. عبدالله وقتی سر حسین را آوردن کنار این دختر تا جون داد خیلی فاصله نشد، اما وقتی من رفتم کنار این دختر دیدم همه موهای سرش سفید شده. عبدالله جید فاصله کوتا همه موهای این دختر بچه سفید شد، جز من به کودکی چه کسی قامتش خمید، سن سه ساله مهنت صد ساله را کشید. به نفسی انتم یا اهل بیت النبوه. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين بعدد ما خاطبي المكرم. اللهم أجل وليك الفرج والعافية والناس، اللهم اشف مرضانا وارحم واغفر موتانا، اللهم اجعل عواقب أمورنا خيرا يا غفار بحق محمد وآله الفاتحة. مع السلامة. اللهم صل على محمد. تا فردا شب و سفره اشکی دیگر همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ می سپارم. التماس دعا یا علی مدد، خدا نگهدار همه شما. یا علی مدد. السلام بزمن المظلوم بزمن الهوریان.